به نام یاد خداوند یکتا و مهربان، سلام و درود خدمتتان. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و روز روزگار را با عافیت سپری بکنید. دوستان ارجمندم، در یک خبر بسیار متاثر کننده که لحظات پیش در صفحات خبری در رسانه های اجتماعی منتشر شد، آمده گفته شده که صدای یک انفجار در شهر کابل شنیده شده است. این خبر در روزنامه 8 صبح منتشر شده، گفته شده شمار از شهریان کابل میگویند که صدای یک انفجار را در پایتخت شنیدند. گفته می شود که این انفجار در سایه وزیر محمد اکبر خان از مربوطات اوزه دهم امنیتی شهر کابل رخ داده است. تا کنون جزئیات از مکان دقیق و تلفات ناشی از این انفجار در دسترس نیست. همچنان این خبر در صفحه روزنامه اطلاعات روز هم منتشر شده، گفته انفجار در مرکز شهر کابل. دقایق پیش یک انفجار در مرکز شهر کابل به وقوع پیوسته است. شاهدان عینی گفتند که این انفجار در نزدیکی شفاخانه وزیر محمد اکبر خان رخ داده است. به گفته آنان صدای تیراندازی نیز از محل حادثه شنیده شده است. هنوز در مورد نوعیت و تلفات این انفجار جزئیات در دست نیست. صفحه روزنامه اطلاعات روز با اندک بیشتر درباره نوعیت انفجار گفته که مکان را تثبیت کرده و گفته که در نزدیکی شفاخانه وزیر اکبر خان رخ داده ای حادثه. همچنان این خبر در صفحه خامه پرس، یکی از صفحات خبرگزاری دیگه هم که در رسانه های افغانستان مخصوصا رسانه فیسبوک همیشه خبر رسانی میکنه، گفته وقوع انفجار در شهر کابل. شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که لحظات پیش انفجار در نزدیکی شفاخانه سردار محمد داودخان رخ داده است. تا کنون جزئیات از تلفات ناشی از این انفجار در دست نیست. تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است نشان میدهد که ستون دید به سمت آسمان بلند است. و این خبرگزاری هم خبر را با اندک منابع بیشتر منتشر کرده و گفته این انفجار در قسمت نزدیک شفاخانه سردار محمد داودخان رخ داده. امیدوار هستم که تلفات در پی نداشته باشه و به زودی بتانن که این حادثه را رسیدگی بکنن و از مرگ و میر و بالاخره به خاک و خون نشاندن هموطنان ما جلوگیری شود. دوستان ارجمندم، در هر کجایی که هستین برای مردم افغانستان و خود افغانستان درود بفرستین، دعا بکنین، در نمازهایی که میخوانین، در اوقاتی که در راز و نیاز با پروردگار میباشین، مطمئنن که ما امیدوار هستم که طرف وطنتان، طرف مردمتان، گوشتان، فکرتان، توجهتان، عطفتان است و از این بیشتر باشه. در هر کجا هستین خوش و موفق باشین. تا دیدار بعد، بدرود.